یک هیئت دادستانی کل کشور 37 کارمند بخش عواید شهرداری هرات را به اتهام فساد اداری زیر پیگرد قرار داده است. از این میان 11 فرد تاکنون بازداشت شده و 26 تن دیگر فراری هستند. این افراد کارمندان گردآوری عواید دروازه‌های ورودی شهر بوده و میلیون‌ها افغانی را ایف و میل کردند. از سوی هم فعالین مدنی هرات تاکید دارند باید عوامل اصلی فساد از سوی حکومت بازداشت شده و زیر پیگرد قرار بگیرند. به این گزارش توجه کنید. یک هیئت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری دادستانی کل کشور از چندی به این سو برای بررسی بخش عواید شهرداری هرات وارد این شهر شده. در نتیجه بررسی های این هیئت 37 کارمند شهرداری هرات زیر پیگرد قرار گرفته که 11 نفرشان تا کنون بازداشت شدند. چلوالی بر ما داده و باساس از ما گرفتاری از یار به خود امنیتی ملی دادیم که اونا را گرفتار کنند. حالی فعلا 11 نفر گرفتار شده. از مجموعه 37 نفر 11 نفری چی شده؟ افرادی که زیر پیگرد قانونی قرار گرفتند کارمندان 5 دروازه ورودی شهر هرات بوده و بر اساس یافته های ابتدایی هیئت میلیون ها افغانی را حیف و میل کردند. اما فعالان مدنی هرات تاکید دارند باید عوامل اصلی فساد از سوی حکومت بازداشت و زیر پیگرد قرار گیرند. فسادهای کلانی انجام داده بودند، دستگیر شدند و مجموعه دیگری هم که هنوز دستگیر نشدند، پیگیری دوسیه ها از اینا جریان داره و من باور دارم که این روند مبارزه با فساد در دوران شهرداری به یک نتیجه کامل میرسه. باشندگان هرات نیز از حکومت میخواهند با افراد فساد پیشه و حلقه های اصلی فساد در نهادهای حکومتی به گونه جدی برخورد کند و آنها را به دادگاه بکشاند. باید کسانی که به فساد رو میاره اینا مجازات بشه و دادگاه کشونده شه. به قانون بسپارند یا مثلا باید اینا به سزای خوب برسند. هنوز هم که هنوز فساد به طور کل که در شهروری ریشه‌کن نشده. با این همه مسئولان محلی هرات زیر پیگرد قرار گرفتن این شمار از کارمندان فساد پیشه را نمونه ای از اراده حکومت برای مبارزه با فساد اداری می دانند. کارمندان شهرداری به خاطر همین فسادی که وجود آمده بود اونا رو دستگیر کردن و ما عزم راسخ داریم و پیگیری میکنیم که انشالله کسانی که مفسد و شرور هستند در دستگاه های دولتی به پنجه قانون گرفتار کنیم. هیئت فرستاده شده از سوی حکومت مرکزی که عملکرد بخش عواید شهرداری هرات زیر بررسی قرار داده تاکید داره که 37 تن از کارمندان بخش عواید شهرداری که زیر پیگرد قانونی قرار گرفتند در فساد میلیون ها افغانی دست داشتند و شهردار کنونی هرات در گرفتاری این افراد همکاری مستقیم داشته است. حسین نیکا، آریانا نیوز، هرات.